بس کاش به جای این دروغا تست واقعی تو بهمون میگفتی سرو. شاید غصه میخوردم اما عصبانی نمیشدم، حتی بیشتر از الان بهت احترام میذاشتم. نتونستم کاری کنم که برازندمه. به خاطر حسی که داشتم از خودم متنفرم، برای همین نقش بازی کردم اما نشد. نتونستم، دیگه نتونستم اون بچه رو طوری ببینم که انگار بچه‌مه. بچه اول من، کسی که به شعار فوتبالی یاد داده بودم، علی من، پسر من نبوده. حسن میفهمید چه حسی دارم و چه بلایی سر من اومده؟ الان حرف ما کاریه که کردی، نه حسی که داشتی. اصلا میفهمی آلاز داشت قاتل میشد؟ ممکن بود علی و رویا تو تصادف بمیره، اما تو روی اشتباهش سرپوش گذاشتی. پدر بودن این نیست. این کارو قبلنم کردی؟ وقتی روزگارو فرستاد تو کما. آها، وایسا، پس مسئله اینه، این که چرا نذاشتم آلازو دستگیر کنن و بندازنش زندان. مشکلت اینه؟ نه، اینه که چرا به جای خوب کردن مریضش کردی. مشکل اینه. ببین، یه بار دیگه بهت میگم، آلاز پسر منه، اصلا پشیمون نیستم. بازم پیش بیاد همین کارو میکنم، حتی اگه زندگی بقیه رو به خطر بندازه. دقیقاً، که شامل بچه حرومزادتم میشه. از خونم برو بیرون، همین الان از خونم برو بیرون، زود باش. آها، محض اطلاعتون بگم، من از اون آدم ها نیستم که مثل آشغال بذاریشون دم در. فکر نکنین بی سر و صدا میذارم و میرم. متوجه منظورم هستین که؟ متوجه شد دیره اما فهمیده. هر کاری دلت میخواد برو بکن سرو، و درسه علی خودش پدر داره، معلومم هست پدرش کیه. پدر علی گوونه. پسرم حرومزاده نیست.